درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 11 تیر ماه دوم ژوئیه نگاهی داریم به دولت فراجناحی در ایران. کابینه آینده طبق وعده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود و با توجه به اینکه این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده است و وامدار هیچ حزب و جناحی نیست، شایسته ترین افراد از هر طیف و جناح که باشند، البته به شرط اعتدال و میانه روی، برگزیده خواهند شد برای خدمت به مردم. بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود که روز شنبه 8 تیر ایراد شد. سید مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی و معاون وزارت کشور دولت اصلاحات در دیدار همسرش خطاب به آقای روحانی گفته است شما برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و خاصه برای حفظ حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی باید به 4 وزارتخانه کشور، اطلاعات، ارشاد و علوم توجه ویژه داشته باشید. اگر این 4 وزارتخانه وزیر قابل قبول و با کفایت داشته باشد، هم حقوق ملت حفظ می شود و هم شعارهای شما محقق می شود. حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان می نویسد انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 جدا کند، ولی تشکر رئیس جمهور منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه 88 داشته است به این نگرانی دامن می زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه 88 می توانند برای دولت ایشان پدید آورند غفلت کند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در گفتگوی با شبکه العالم درباره فراجناحی بودن دولت آقای روحانی و ترکیب احتمالی کابینه گفت اساساً این دیوارکشی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان یک مرزبندی ذهنی و انتزاعی است و مرزبندی واقعی نیست. اصولاً ما معتقد هستیم که هم باید اصلاح طلب باشیم و هم اصولگرا، و هر اصولگرایی اصلاح طلب هم هست، زیرا ما معتقدیم که جامعه اسلامی باید دائما در حال یک اصلاح مستمر باشد که ما به آن امر به معروف و نهی از منکر میگوییم و هر اصلاح طلبی هم اصلاحات خود را بر اساس یک سری اصول و مبانی قرار میدهد. بنابراین لاجرم هر اصولگرایی اصلاح طلب است و هر اصلاح طلبی اصولگرا. دولت فراجناحی مورد نظر حسن روحانی یعنی دولتی که نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا، یا دولت وحدت ملی، یا دولت غیر حزبی؟ آیا در ایران که احزاب واقعی وجود ندارند اساسا میتوان دولت حزبی کارآمدی شکل داد؟ پیش از این در دولت‌های پس از انقلاب وزیرانی از جناح رقیب در کابینه حضور داشتند. محمد خاتمی، مصطفی معین و عبدالله نوری در دولت اول هاشمی، حسین مظفر، علی شمخانی و محمد سعیدکیا در دولت اول خاتمی نمونه‌هایی از رویکرد به اصطلاح فراجناحی است. در دولت احمدی نژاد هم از راستای سنتی نزدیک به هاشمی رفسنجانی حضور داشتند، ولی از اصلاح طلبان کلاً خبری نبود. دولت دوم احمدی نژاد حتی تا آنجا رفت که دیگر خود را اصولگرا نمی‌دانست. دولت‌های دوم هاشمی و خاتمی هم البته سرنوشت نسبتاً مشابهی داشتند. اصلاح طلبی و اصولگرایی یعنی چه؟ راست و چپ در ایران چه معنایی دارد؟ اصولگرا و اصلاح طلب به چه کسی گفته می شود؟ مواضع اصلاح طلبان و اصولگرایان در مسائل سیاسی و اقتصادی چقدر در طول 3 دهه گذشته تغییر کرده است؟ از شما در فیسبوک افق پرسیدیم دولت فراجناحی مورد نظر حسن روحانی یعنی چه؟ همونطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه شعار انتخاباتی رو انتخاب کردن. انتقاد در آقای روحانی در مورد دولت فراجناحی شعار انتخاباتی میده. گزینه‌های دیگر دولتی متشکل از اصلاح طلبان و اصولگرایان و دولتی شایسته سالار فارغ از گرایش سیاسی است. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به حسن روحانی و دولت فراجناحی مورد نظر او.
دولت آینده دولت فراجناهی خواهد بود، یعنی همه نیروهای شایسته از اعتدالگرایان، اصلاح طلبان، اصولگرایان حضور خواهند داشت. هیچ محدودیتی در این زمینه نخواهد بود. من اون تعبیر ائتلافی رو خیلی نمیپسندم. دولت من دولت فراجناهی و شایسته سالار خواهد. وبسایت تسنیم نزدیک به اصولگرایان. شنیده ها هاکیس علی مطهری تنها گزینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی است. علی اکبر ناطق نوری، مجید انصاری و اسحاق جهانگیری گزینه های احتمالی برای وزارت کشور هستند. علی عسگری، مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت. روحانی دولتی عملگرا و فراجناهی از نوع دولت هاشمی تأسیس خواهد کرد. گروه‌های مشغول ارزیابی هستند تا بتوانند از مشارکت حداکثری زنان در کابینه بهره مند شوند. قضاوت در این باره کمی زود است. حسین مظفر، رئیس ستاد انتخابات محمد باقر قالیباف. اگر روحانی به قالیباف پیشنهاد حضور در دولت دهد، او حتما قبول می‌کند. امیر محبیان، نویسنده روزنامه رسالت. دولت روحانی آسیب پذیرترین دولت است. چنانچه وزرای معرفی شده دولت روحانی با درایت و حساسیت انتخاب نشوند و اولین نه را از مجلس دریافت کنند، این نه ممکن است چراغ سبزی برای اعمال فشار در همه وجوه به دولت نوپا باشد. بعضی از رسانه‌ها مطرح میشه نسبت به افراد کابینه آینده. من به صراحت بگویم که اینها صرفاً گمانه‌زنی است. نسبت به هیچ فردی از اعضای کابینه هیچ تصمیم گیری انجام نگرفته. در این دوره بنده دنبال مشورت هستم با همه صاحب نظران، با گروه‌های مختلف. داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری. اصلاح طلبان پایگاه سیاسی و اجتماعی حسن روحانی را تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد کابینه 11 یک کابینه متشکل از احزاب معتدل و عمدتاً اصلاح طلب باشد. مهمانان امشب افق آقای دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس در استودیوی سدیامکو در واشنگتن هستند و آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو کانادا با ما هستند. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. بس رو با منگوزین، ابزاری برای خودشناسی سیاسی اجتماعی شروع میکنیم. وبسایتی که چند روز مانده به انتخابات فعال شد و قرار است پس از اون هم به فعالیت خود ادامه بدهد. آقای قاضیان، قراره که در 7 دقیقه این وبسایتی که به شما طراحی کردید و کارش رو یکی 2-3 هفته است تقریبا آغاز کرده، به کاربر، به اون کسی که به سایت مراجعه میکنه، بگه که موضع سیاسیش چه هست در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. 30 تا سوال پاسخ میده و بعد بهش نتیجه داده میشه که شما در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی راستی، چپی، لیبرالی، محافظه‌کاری. ابتدا بگید که انگیزه چه بود؟ آیا فکر میکنید ما تصویر روشنی از خودمون نداریم؟ جامعه ایران تصویر روشنی از جایگاه خودش در معادلات سیاسی، در محور سیاسی نداره؟ انگیزه اصلی در واقع عبارت است از اینکه هر جامعه‌ای باید مشخص کنه که دستور کار اجتماعیش چیه، یعنی بر سر چه چیزهایی گروه‌های مختلف اجتماعی با همدیگه نزاع دارن و میخوان مسائلشون رو حل کنن. بنابراین اول باید یه فهرستی داشته باشه از مسائلی که میخواد مورد بحث و گفتگو قرار بده.
تا بر اساس اون فهرست ها، یعنی فهرست دستور کارهای اجتماعی، مشخص بشه که من با چی موافق هستم، با چی مخالف و در کجای جامعه قرار میگیرم. در واقع جناح بندی های واقعی و عملی اگر بخواد درست بشه، باید از طریق جناح بندی بر سر دستور کارهای اجتماعی روشن بشه. و دستور کارهای اجتماعی وقتی شکل میگیره که تبدیل به یک گزاره‌های روشنی بشه. و این گزاره‌های روشن اغلب در زمان انتخابات خیلی بروز و ظهور پیدا می‌کنن، چون نمایندگانی که میخوان وارد مجلس بشن یا کسانی که میخوان رئیس جمهور بشن باید موضع خودشون رو در برابر این دستور کارهای اجتماعی روشن کنن، یعنی بگن من با چی موافقم و با چی مخالف. بنابراین این ابزار کمک میکنه که اولا جامعه بتونه یک دریافتی از فهرست کار اجتماعی که باید تو دستور کار گروه‌های سیاسی و اجتماعی گذاشته بشه برسه بهش. دوم هر کسی بدون خودش در کجا ممکنه قرار بگیره از طریق مخالفت یا موافقت با این دستور کارهای سیگانه که ما فعلا گذاشتیم. و به علاوه ما این امکانو میدیم که ببینه تصور خودش از جایگاه خودش چیه و تصور خودش از جایگاه خودش رو با اون چه که ابزار منگزین نشون میده اون جایگاهی که اون داره رو بتونه مقایسه بکنه و به دست بیاره. طبیعتاً این مدلی است که در کشورهای دیگر به کرات استفاده شده و میدونم قطعاً شما چون سال‌هاست در این حوزه فعال هستید از ایده هایی که به طور اجرایی در کشورهای دیگه انجام گرفته بهره گرفتید. من میخوام مشخصاً بپرسم به اینکه شما چطور این رو انطباق دادید بر شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران. سوال‌ها رو خیلی سریع اگه بتونیم بهش بپردازیم که چند سوال اول مسائل عمدتاً مرتبط با رسانه هاست و این برای من جالب از این که چرا با اینها شروع کردیم. سوال اول این که دولت باید جلوی دسترسی مردم به تلویزیون‌های ماهواره‌ای رو بگیره، بعد اونجا انتخاب دارن که حالا تو صفحه تلویزیون میتونن ببینن که شکل در واقع این سوال‌ها چه هست. بعد بحث آموزش زبان انگلیسی است و فرهنگ غربی که این چقدر تاثیر مثبت یا منفی میذاره. بعد سوال بعد دولت نباید مانع تاسیس رادیو تلویزیون های خصوصی شود. توضیح بدید که چطوری در واقع این سوال ها طراحی شده، با چه انگیزه در واقع این سوال ها چیده شده پشت هم. بله همونطوری گفتید کار ما بی سابقه نیست، نمونه های متعددی در کشورهای مختلف داره تحت عناوین متفاوت. ما در واقع از اون کارها گرته برداری کردیم ولی اونها رو با توجه به موضوعات خاص جامعه ایران بومیش کردیم. و به علاوه چون در ایران با یه ساختار حزبی سر و کار نداریم، ما از شکل حزبی در آوردیم. در مورد نمونه های دیگه معمولا چون در کشورهای دموکراتیک با ساختار حزبی اجرا شده، افراد غیر از اینکه گرایش های خودشون رو میتونن مشخص کنن و گزینش های خودشون رو میتونن مشخص کنن که به کدام یک از احزاب نزدیکترن یا به کدام یک از کاندیداهایی که نمایندگی میکنن احزاب رو نزدیکترن. در ایران چون چنین چیزی وجود نداشته، ما از این تیکه در واقع صرف نظر کردیم و در انتخابات هم فقط دوری از نامزدهای موجود رو سنجیدیم نه احزاب رو. اما در مورد تبدیل اون سوال ها به سوال های مربوط به جامعه ایران، ما فهرست نسبتا جامعی فراهم کردیم از مجموعه نزاع‌ها و درگیری‌هایی که تو سالیان اخیر راجع به موضوعات مختلف وجود داشت در 4 گروه متفاوت: مسائل و موضوعات سیاسی، مسائل و موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این 4 گروه متفاوت. ما 15 سوال رو اختصاص دادیم به مسائل سیاسی و اقتصادی و 15 سوال رو به مسائل فرهنگی و اجتماعی. در مورد مسائل فرهنگی ما 6 سوال انتخاب کردیم و در مورد مسائل اجتماعی 9 سوال. در حالی که در مورد مسائل اقتصادی ما 7 سوال انتخاب کردیم و در مورد مسائل سیاسی 8 سوال. وقتی اینا رو می‌خوایم شروع بکنیم با فرد در میون بذاریم که شروع کنه به پاسخ دادن، بهتر از ملموس‌ترین و عمومی‌ترین سوال‌ها شروع بکنیم. و ما رفتیم سراغ سوال‌های فرهنگی که مربوط به آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی رسانه‌ای یا آزادی بیان به اصطلاح و آزادی آموزش. این 4 حوزه‌ای که در حوزه فرهنگی، 3 حوزه‌ای که در حوزه فرهنگی اساسی تر بوده رو ما در آغاز آوردیم که سوالای نرم‌تر و راحت‌تری برای پاسخ باشه. ولی اینا نشون دهنده لزوماً اهمیت هیچ کدوم از این سوال‌ها نیست. همه سوال‌ها به یک اندازه اهمیت دارن. دقیقاً همونطور که می‌فهمید وقتی جلوتر می‌ریم سوال‌ها دشوار میشه. یعنی شما رو به مکس بیشتری با می‌داره در حین انتخاب گزینه‌هایی که موافقید، مخالفید، کاملاً مخالفی، ناکارون. اگه می‌تونید توضیح بدید که چرا اینقدر با وسواس، یعنی ما از کاملاً مخالف داریم، مخالف داریم، فرق مخالف با کاملاً مخالف یا موافق با کاملا موافق در واقع چه کمکی میکنه در واقع به اون نتیجه نهایی. و یکی دو موردی که خب اینها به نظر تازه میاد، یعنی ما در فضای سیاسی اجتماعی کمتر این بحث رو مطرح شده که شما اینجا تو این سوال 22 هست که دولت به هر وسیله که شده باید جلوی گسترش همجنسگرایی رو در کشور بگیره. چقدر اون تجربه که شما دارید در این یکی دو سه هفته گذشته و پاسخهایی که گرفتید به این گونه پرسش ها کمک کرده به برنامه شما؟
در مورد اینکه سالها چرا به خیلی مخالف تا خیلی موافق تبدیل شده، دلیلش این هستش که ما غیر از اینکه میخوایم فهرستی از مسائل اجتماعی در اختیار افراد بذاریم که درباش فکر کنن، میخوایم موافقت و مخالفت خودشون رو هم با هر کدوم از این دستور کارها یا موضوعات بسنجن و به علاوه میخوایم شدت مخالفت و موافقتشون رو هم بسنجیم تا نشون بدن به اون نقطه مرکزی که میانگین برایند ممکنه جامعه باشه از لحاظ نظری چقدر دور هستن یا چقدر نزدیک، یعنی چقدر چپ یا چقدر راست هستن یا چقدر محافظه‌کار یا چقدر لیبرال هستن. به این دلیل اون شدت کمک میکنه که ما ترسیم بهتری داشته باشیم. در مورد اون سالها هم ما در واقع جستجویی کردیم در مجموعه مباحثی که در طی این سالها چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی وجود داشته بین گروه‌های مختلف اجتماعی. یکی از موضوعات روبه رشد در این سالها بحث گرایش‌های جنسی و موضوع دگرباشان جنسی بوده و چون این به هر حال تبدیل داره میشه عملاً به یک دستور کار اجتماعی که افراد ناگزیر باید دربارش حرف بزنن و موضع بگیرن، ما فکر کردیم که اینم یکی از موضوعات مناسبی است که به هر حال جامعه باید دربارش فکر کنه و فکر کنه که این یکی از دستور کارهایی است که باید در موردش موضعی داشته باشه و افراد به این ترتیب بتونن موضع خودشون رو راجع به این مسئله نشون بدن. و اولین بار هست من میبینم که تو این همچین شکلی شما گزینه دگرباش هم گذاشتید، یعنی جنس مرد زن و دگرباش هم که از گزینه هاست که میتونن کاربران انتخاب بکنن، از این جهت قابل توجه. بعد به سوالای پایین تر که میریم، اون 5-6 سوال پایانی سوالایی به نظر خیلی دشوار و کلیدی است. دولت، حالا من یکی دو موردش میخونم همه رو، نه حکومت دینی به درد اداره کشوری مثل ایران نمیخورد. بعد پاسخ بدن که مخالفند یا موافقند یا به چه شکل. فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی که احتمال دارد فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی است که احتمال دارد مشکلات موجود در کشور حل شود. درست است که جمهوری اسلامی اشکالات زیادی دارد، ولی مشکلات کشور با تغییر تدریجی در شیوه اداره کشور بهتر حل می شود. و سوال سیوم و پایانی این هست که در جمهوری اسلامی هم مثل همه کشورها مشکلاتی وجود دارد، اما هر تغییری وضع موجود را بدتر خواهد کرد. در مورد این چند سوال پایان توضیح بدید که چرا با این ظرافت با این دقت. در واقع ما دو تا دستور کار یا دو تا موضوع مورد منازعه جدید هم در این سالها داشتیم. یکی بحث حکومت دینی یا حکومت سکولار هست که خب باید افراد بتونن در مورد این موضوع نظری داشته باشن و موضعی. این یکی از دستور کارهای مهم سالهای اخیر بوده در مباحث بین روشنفکران و مباحث بین گروه‌های مختلف اجتماعی. بنابراین خوب بود که راجع به این هم افراد موضع خودشون رو میتونستن روشن کنن. در مورد اون سه سوال آخر، اون سه سوال هم برمیگرده به وضعیت موجود در جمهوری اسلامی. اگر بخوایم خیلی ساده گروه‌های اجتماعی و افراد رو که در مورد وضعیت موجود در جمهوری اسلامی نظری دارن دستبندی کنیم، میتونیم سه گروه رو از هم دیگه تشخیص بدیم. من قبول دارم که این تشخیص و این طبقه بندی فوق العاده ساده شده است، ولی چاره‌ای در این مرحله نیست از این ساده سازی ها. یک گروه هستن که به وضع موجود رضایت دارن و فکر میکنن که باید این وضعیت رو حفظ کرد، خوبه در همین حد، حالا اشکالات ریزی وجود داره، اینا رو میشه اسمشون رو گذاشت محافظه‌کار، یعنی میخوان که وضع موجود حفظ بشه. گروه دیگری هستن که میخوان وضعیت موجود تغییر کنه اما به تدریج و قدم به قدم، اینها رو میشه گذاشت کسانی که گرایش اصلاح طلبانه دارن. و کسانی هستن که میخوان از بن و به ناگهان و با شدت زیاد این تغییرات رخ بده، نه به صورت تدریجی، اینا رو میشه گذاشت با گرایش‌های انقلابی گرایانه. بنابراین این سه گروه که در واقع سه تمایل یا سه گرایش متفاوت رو در طی این سال‌ها نمایندگی می‌کردن، اونجا به سنجش گذاشته میشه که فرد بتونه مشخص کنه که با کدومیک از اینها بیشتر همراهه و با کدومیک کمتر. خب ما برای اینکه با آقای نامبر حقیقی هم صحبت خواهیم کرد، قبل از این من دو تا پرسش کوتاه دارم. یکی این که جایی در این پرسش هایی که البته بخشش از اینها توی این شکل جدید برداشته شده، چون یه بخششون مرتبط با انتخابات بوده، ولی جایی هست توضیح میدید در مورد اینکه میتونن از 0 تا 100 انتخاب بکنن که کجای اون موضع در واقع سیاسی هستن، لیبرالن، محافظه‌کارن. بعد در مورد 32 توضیح دادی در پایانش منظور از مواضع راست در زمینه سیاسی دفاع از حفظ وضع موجود و نیز لزوم کنترل بیشتر دولت بر امور عمومی است. منظور از مواضع چپ در زمینه سیاسی دفاع از تغییر وضع موجود و کنترل کمتر دولت بر امور عمومی است. قاعدتا موضع چپ باید کنترل بیشتر دولت بر امور عمومی باشه. بفهمید اینجا آیا اشتباهی پیش اومده؟ منظورتون دقیقاً از چپ اینجا چه هست؟ حقیقتش یه دشواری اساسی وجود داره در تعریف راست، چپ، محافظه‌کار و لیبرال. در قسمت‌های اول این منگزین توضیح داده شده که اینا تعاریف بسیار متفاوتی دارن در علوم سیاسی و در کاربرد روزمره‌شون.
و توافقی هم در مورد اینها نیست. به علاوه گاهی اوقات اینا معانی مغایر هم دیگه پیدا میکنن و در زمینه‌های سیاسی متفاوت معنای متفاوت دارن. مثلا اون چه که در آمریکا چپ خونده میشه یه جور لیبرالیزمه که در اروپا ممکنه میانه تلقی بشه و اون مقدار از چپ بودن رو نداشته باشه، چون سنت‌های سوسیالیستی که در اروپا قدرت بیشتری دارن هیچ وقت اینجا گزارشون نیافتاده. بنابراین در زمینه‌های سیاسی متفاوت هم این معناهای متفاوتی داره. بنابراین ما کاربر رو ارجاع دادیم که توجه کنن معانی سیاسی چپ، راست، محافظه‌کار و لیبرال در منگزین فقط و فقط معنی رو میده که اینجا براش تعریف شده. ممکنه این معنی با معانی رایج مغایر باشه و برای همین حتما باید دقت کنن که وقتی خودشون رو چپ مینامند از لحاظ سیاسی چه معنایی داره و وقتی خودشون رو چپ مینامند از لحاظ اقتصادی چه معنایی داره. به همین دلیل هم در اونجا یک نوع مغایرتی بین چپ سیاسی و چپ اقتصادی وجود داره، چون چپ اقتصادی که اونجا مورد نظره کسانی است که میخوان کنترل بیشتری بر دولت داشته دولت کنترل بیشتری بر اقتصاد داشته باشه و بتونه دخالت کنه، در حالی که راست اونجا از بازار آزاد دفاع میکنه، در حالی که در چپ اینجا معنی چپ اجتماعی موجود در اروپا مورد نظر بوده که در واقع نوعی حافظ آزادی های دموکراتیک است در جامعه که با سوسیال لیبرال و سوسیال دموکراسی بیشتر جور در میاد. ما ناگزیر بودیم این کار رو بکنیم برای اینکه بتونیم این دو طرف طیف رو در نظر داشته باشیم. با این حال میدونیم که اینا با تعاریف موجود مغایر هست بعضن و به همین دلیل هم اصرار کردیم که حتما به تعریف ما مراجعه بکنن و خودشون بر اون اساس طبقه بندی بکنن و این طبقه بندی لزوما با طبقه بندی های رایج همخوان نیست. یک سوال کوتاه، چرا بعضی پرسش ها الزامی بعضی اختیاریه؟ برای اینکه ما یکی دو تا پرسش لازم داریم برای اینکه بدونیم که طرف جنسش چیه، سنش چیه و از کجا به سایت دسترسی پیدا کرده، برای اینکه بتونیم یه ارزیابی کلی بکنیم. مثلا ببینیم آیا بر اساس تفاوت جنسی تغییری در گرایش‌ها وجود داره و چون برای کارهای تکنیکی بیشتر می‌خوایم که ببینیم آیا این عواملی که ما گذاشتیم تو یک دسته، مثلا هفت عامل رو مثلا فرض کنید اقتصادی فرض کردیم، آیا نظر کاربران هم اینا یک جا قرار میگیرن. برای کارهای تکنیکی که بعداً روش باید انجام بگیره اونا به ما کمک میکنه برای تحلیل‌های دو متغیره. ولی برخی دیگه که کمتر اهمیت داشتن و یا کاربر حوصله نمیکرده پر بکنه، ما بنا به راحتی و دوستانه تر بودن فضای کار اون رو گذاشتیم به عهده تشخیص خود فرد که بخواد پر کنه یا نه. البته اگه پر کنن خیلی به ما کمک زیادی خواهند کرد. بسیار خوب. آقای دکتر حقیقی، شما فکر می‌کنم نگاه دیدید، سر زدید به این منگزین. اگه مطلبی در این باره دارید و این پرسش اساسی این که ما آیا دچار فقر عجیبی مفرط از درک مواضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودمون هستیم، چقدر ضرورت داره که بتونیم این مواضع رو با خودمون بشینیم و روشن بکنیم پیش از این که بتونیم در عرصه سیاسی حضور مؤثر داشته باشیم؟ بله، من خدمت جناب عالی آقای دکتر قاضیان و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. من تبریک میگم با آقای دکتر قاضیان. به هر حال این کوششی است، در آغاز را خودشون هم اشاره کردن که آغازه، ولی کمک میکنه در این زمینه که این مرزهای مخشوش که ما در حوزه‌های مختلف داریم کمتر بشه و آدما درک بهتری از خودشون، جامعه و محیط سیاسی داشته باشن. به هر حال چون خودشون هم اشاره کردن که در مقدمه اول کار هست، با توجه به که خیلی بینندگان ممکن نیدن، ممکنه بعض خسته کننده بشه، من فقط چند تا امهاتی که نظراتی دارم اینه که ببینید تو بعضی از موضوعات مهم اصلا در این مطلب نیامده که احتمالاً اضافه خواهد شد، مثل مثلا رابطه ایران با قدرت‌های بزرگ، تهدیداتی که از طرف قدرت‌های خارجی میشه، موزه مردم در مورد این موضوع خوب میدونه نقش مهمی در انتخابات داشت، یعنی دقیقاً پیروزی آقای روحانی مبتنی بر این بود که ایشون قول داد که رابطه ایران رو با قدرت‌های بزرگ حل میکنه و مسئله تحریم‌های اقتصادی، اینا دو تا موضوعی است که در این نیامده و به نظر من خیلی کلیدی هست که اشاره نشده. در حوزه سیاست خارجی خیلی کم موضوعات مورد بحث قرار نگرفته. در مورد سیاست اقتصادی هم مسائل مالیاتی و مسائل بانکی که دو تا ستون فقرات مسائل اقتصادیه، این هم مورد پرسش قرار نگرفته که کلیدیه. یکی هم مسائل مربوط به روستاییان و مسائل حوزه بهداشت، اونا هم کمرنگ به نظر من و خب یه جور به نظر میرسه که این نظرسنجی برای طبقه متوسط هست و حالا با یه عبارت‌هایی بیشتر برای کسانی که در خارج کشور فرم رو پر می‌کنن.
میشه اون رو به نظر من نزدیکتر کرد به فضای داخلی ایران. یه نکته بعدی هم که به نظر من در مورد راه حل تغییر اشاره کردن که مثلا فرض کنید کسانی که خواهان تغییر هستن، خب راه حل انقلابی میشه مثلا راه حلی که مثلا سلطنت طلبان مجاهدین دارن. خب سلطنت طلبان انقلابی محسوب نمیشن، وقت مشخص نکرده. سوال بعدی این خواهد بود تحت چه هزینه ای حاضر به تغییر نظام هستن؟ مثلا نظام ها میتونن از طریق کودتا، میتونن از طریق مداخله خارجی، از طریق فروپاشی، از طریق این روش ها میتونن تغییر کنن. آیا اینکه خواهان تغییر هستن با هر هزینه یا نه، چه هزینه را قبول ندارن؟ به نظر من اینم کمک میکنه که کسانی که خواهان تغییر همه جانبه هستن مشخص کنن حاضرن چه هزینه هایی رو بپردازن بر این قضیه. چون من یکی از بینندگان ایمیل زده به من و گفته بود که این کشتی که شما گفتید پر دزدان دریاییه، اصلا اهمیت نداره حتی اگر ایران جدا بشه، ما برامون اولویت دموکراسی. اینم به نظر من تو موضوعات اگر اشاره بشه که اولویت های آدم ها چیه براشون. خب به خاطر همینم شما میدونید که ابهاماتی وجود داره در موضوعات مختلف. ببینید من مثال میزنم، شما بین فرض کنید سیاست های آقای موسوی و سیاست های آقای روحانی اختلاف نظرهای جدی وجود داره در یه حوزه‌ای، ولی خب وقتی که گروه ها حمایت میکنن خیلی توجه به این اختلاف ها ندارن یا برایشون اهمیت نداره یا در موردش بحث نمیکنن. این مشکلاتی است که مربوط به همین چیزی که آقای قاضیان اشاره کرده که این نظرسنجی کمک میکنه به اینکه آدما موازنه کنن در مورد موضوع. فلمثل فرض کنید سیاست هسته ای آقای موسوی با و سیاست های اقتصادی یا حتی سیاست های مربوط به توسعه سیاسی تفاوت هایی داره با آقای روحانی، ولی مثلا در مورد این مسائل خیلی موقع انتخابات بحث جدی نمی کنن اصلاح طلب ها یا بقیه، به خاطر اینکه میگن آقا اختلاف میشه بذاریم همه چیز رو تو ابهام، و کاری که نظرسنجی میکنه دقیقا میخواد ابهام ها رو روشن کنه. نکته بعدی هم که اشاره فرمودید، ببینید کشور ایران به خاطر اینکه انقلاب شده، جنگ شده و تغییرات متعددی داشته، در این دوره های نوسان افراد خیلی شیفت عوض میکنن، به خصوص موقعی که افراد از بلوک قدرت خارج میشن. شما ببینید همین جریان اصلاح طلب موقعی که در بلوک قدرت بود خیلی دنبال توسعه سیاسی نبود، دنبال محدودسازی بود و بسیاری از سیاست هایی که الان خودشون منتقدن خودشون اعمال میکردن، ولی وقتی که از بلوک قدرت اومدن بیرون طرفدار اون سیاست شد. من یه نمونه مثال بزنم، آقای دکتر رجایی خراسانی نامه نوشت با آقای خامنه ای، گفته بود که آقا همین حرفی که در حقیقت آقای روحانی زده بود که باید کت خدا رو ببینیم، که آقا جون ما اگر بخوایم اینجوری کنیم همش باید به نوکرای آمریکا تو منطقه امتیاز بدیم، بهتره بریم با خود آمریکا مذاکره کنیم وضعیتمون رو روشن کنیم. خب شما ببینید بیشترین انتقادا و بیشترین تهمتا رو آقای دکتر رجایی خراسانی مجاهدین انقلاب اسلامی یا چپا زدن، درسته؟ ولی بعداً موقعی که خودشون اومدن توی بافت قدرت به تدریج، الان شما همون نامه رجای آقای رجای خراسانی نامه است که مثلا فرض کنید اصلاح طلب دارن. این به خاطر این نوسانات، این تغییرات صورت میگیره. حالا من توضیحاتم اگه بخواد میتونم بدم که نکته رو چرا ما آقای حقیقی حتما به اون جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت، ولی من میخوام این نکته روشن بشه برای اینکه ابتدا هم صحبت کردیم که این قرار محور بحث ما باشه. وقتی آقای روحانی گفتید این تفاوتایی که با سیاست دولت‌های موسوی یا حالا در مورد اینکه دوره آقای هاشمی در واقع چه شباهت و تفاوتایی داره میشه صحبت کرد، ولی وقتی ایشون صحبت از دولت فرا جناحی میکنه خود ایشون براش کاملا روشن هستش که منظور از دولت فرا جناحی چه هست، اطرافیان ایشون براش روشن هست، مردم کاملا براشون روشن دولت فرا جناحی. وقتی در یک به آقای قاضیان توضیح دادن در مثلا آمریکا یا اروپا اگر کسی این واژه رو استفاده بکنه این ترمهای سیاسی تا حدود زیادی برای مردم رای دهنده ها و نیروهای سیاسی روشنه، در ایران شما خودتون از این واژه دولت فرا جناحی چه برداشتی دارید؟ خب این دولت فراجنایی بیشتر اینه که بتونه در کیک قدرت عده‌ای رو شریک کنه و گروه های مختلف رو شریک کنه، ولی خب الان وضعیت ایران یه وضعیت خیلی خاص هست. ببینید دولت آقای روحانی دولتی بود که الهه بخت روی شونه ایشون نشست و دقیقاً با کارت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی وارد انتخابات شد و تحت شرایطی برنده شد، درسته؟ ولی ایشون توجه داره به خاطر اون درک بالای استراتژیکی که آقای روحانی داره، میدونه ایران الان با مشکلات بسیار بنیادی روبروست. مشکلاتی است که در حقیقت در حوزه سیاست خارجی در ارتباط با قدرت‌های بزرگ داره، مشکلات منطقه‌ای که با عربستان و
دقیقا امارات داره، مشکلات اقتصادی که ناشی از ناکارآمدی و مسائل تحریم داره و مشکلاتی که در حوزه امنیت داره به خاطر اون سازمان امنیت موازی و شکافی که میان نخبگان و ساخت قدرت و حوزه اجتماعی یعنی جامعه علاوه مسائل فرهنگی، اخلاقی و گفتمانی و تغییرات اخلاقی یه پوست انداخته که دولت و ساخت قدرت هماهنگ نیست با این گفتمان. در دقیقاً باید بیاد بر این شکافا غلبه کنه. خب میدونین الان همین کاری که آمریکا کرد دیروز اولین ضربه رو به دولت آقای روحانی زد. دقیقاً هنوز قبل از که سر کار بیاد. حالا در این وضعیت آقای روحانی باید دو تا کار بکنه. یکی این که بایستی تنش زدایی بکنه در ساخت قدرت، بتونه که اون شکافی رو که دولت آقای احمدی نژاد ایجاد کرده پر کنه. گروه‌های مختلفی که نتورک دارن، زینفوزن و میتونن هم کمک کنن هم مختل بکنن کار دولت رو، اونا رو سهیم کنه در ساخت قدرت. ولی از این افراد دو تا ویژگی داریم میخواد استفاده کنه، از این گروه ها گروهایی رو بیاره که حاشیه نداشته باشن، یعنی اگه راست میاره یا چپ میاره آدمایی نباشن که حاشیه دار باشن، مشکلات حاشیه‌ای ایجاد کنند لازم تبلیغاتی. دومی که یک حداقلی از کارآمدی و کفایت تصمیم گیری در حوزه‌ای که میخوان مسئولیت قبول کنن به عهده داشته باشن. پس این یه ویژگی بس باید این انسجام ایجاد کنه و این اولین شرط فراجنایی. دوم این که جامعه اگر رأی داده به آقای روحانی باید حمایت کنی، حمایت بایستی استمرار پیدا کنه که پیامش به قدرت‌های خارجی این باشه که آقا این دولت بالاخره نماینده این مردمه و سیاست مهار تصاعدی که در حقیقت یک جوری میخواد تضعیف کنه قدرت ایرانو و در نهایت ممکنه منجر براندازی بشه جواب نمیده و بایستی با این دولت وارد معامله و گفتگو بشن و فضای جدیدی میان روابط ایران و غرب گشوده بشه. هم باید مردم حمایت کنن، هم خود آقای روحانی باید توجه داشته باشه اون حلقه ای که به هر حال داشته در مرکز ممکنه در بعد با یه مشکلات مواجه بشه، برای که اون حلقه بعضیاشون با هم اختلاف نظر دارن، بعضی موقع ها مواضعشون ممکنه بر حب و بغض قرار گرفته باشه، بیگ پیکچر رو نبینن، تصویر بزرگ نبینن. آقای حقیقی اگه میشه خیلی الان با اون مشکلات اون. اگه میشه خیلی کوتاه بفهمید، وقتی آقای روحانی میگه من وامدار هیچ کس نیستم، دولت فراجناحی دولت اعتدالیشون میگه من وامدار هیچ کس نیستم، منظورشون دقیقاً که هست؟ خطاب به صحبتشون به اصلاح طلب هاست، به اصولگرایان؟ خیلی کوتاه بفهم. به هر حال بیشتر هم بیشتر به هر حال اصولگرایان خیلی به طور مستقیم نیومدن از آقای روحانی حمایت کنن و ایشون برای برخی از اصولگرایان انتخاب شماره دو بود. مقصودش این هست که به خصوص برخی از جناهای اصلاح طلب که گرایشات رادیکال دارن و در حوزه هایی خب تفاوت دارن با آقای روحانی و آقای روحانی هم منتقد برخوردهای اونا بوده، اونا توقعاتی نداشته باشن و دوم این که ممکنه حتی کسانی که با ایشون کار کردن یک توقعات داشته باشن، چون همیشه شروع این مسائل در دوره قبل هم بوده، کسانی که در صدادهای انتخاباتی کار میکنن، فعالیت میکنن، اینا بعدن یه توقعاتی دارن و آقای روحانی هم یک الزاماتی داره، یه مسئولیتی های داره، چون با توجه به اون مشکلاتی گفتم الان باید چانه‌زنی های لازم صورت بگیره تا بتونه این دولت رو با حد اکثر آرا از مجلس بگذرونه و حد اکثر حمایت اجتماعی. در چنین وضعیتی ممکنه بخش از این توقعات رو نتونه پاسخ بده و خب مشکلاتی صورت میگیره و انتقاداتی از ایشون در آینده صورت خواهد گرفت. هلی. و خب این رو باید توجه داشت از این باب. آقای قاضیان اگر در مورد اون دو سه نقدی که آقای حقیقی کردن به اینکه رابطه ایران با قدرت بزرگ و بحث تحریم ها اینا لحاظ نشده در نظر گرفتن، یه مطلبی دارید بفهمید تو من پرسش بعدی بود. بله اتفاقا من می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم، چون که به هر حال توجه داریم که ما باید همه مسائل رو در 30 تا سوال خلاصه کنیم، چون کاربر حوصله نمی‌کنه به 100 تا سوال جواب بده، بنابراین ما باید از میان انبوه سوال‌ها انتخابی بکنیم و هر انتخابی ناگزیر معنیش نیست که تعداد زیاد سوال شما حذف کنید و ما هم ناچار همین کار رو کردیم. من جمله سوال‌های مربوط به روابط بین‌الملل رو ما 5 تا سوال در این حوزه داشتیم که بعد از کار داوری داوران اینو کنار گذاشتیم. یکی از دلایلش هم خیلی روشنه، مثلا در مقیاس آمریکایی فرض کنید اینجا لیبرال‌ها مخالف دخالت دولت آمریکا هستند در امور داخلی دیگران از طریق نظامی، بنابراین اینجا کاملا قابل سنجشه. ولی اگر ما از ایرانی‌ها بپرسیم که آیا شما با
حمایت مثلا ایران از سوریه مخالفید یا موافق، چپ و راست اینجا چگونه معنی پیدا میکنه؟ نمیسنجه در اینجا چپ و راست رو. به علاوه ما اینجا هر سوالی نمیکنیم، مثلا در مورد دلایل فرد، علتهاش، فلسفه سیاسیش، ما فقط یک موضع مشخص رو میذاریم اونجا و از طرف میخوایم موافقت و مخالفت خودش رو با این ابراز کنه. این فقط ابزاری است برای این کار، برای اینکه ما فهرستی از مسائل داشته باشیم، مخالفت و موافقت شخصی خودمون رو روشن کنیم، میزان موافقت و مخالفت خودمون رو روشن کنیم و بعد ببینیم چه تصوری از خودمون داریم. بیش از این کاری انجام نمیده. یعنی قرار نیست به همه مسائل اجتماعی جواب بده، همه ابعاد رو بپوشونه. به علاوه میره سراغ اون چیزهایی که گمان میشه دستور کارهای مهمتری هستن. بی تردید بسیاری از موضوعات متنوع و متفاوت در همه حوزه‌ای که آقای حقیقی هم اشاره کردن وجود داره که خب ما نمیتونستیم به علت محدودیت تعداد سال‌ها در اینجا لحاظ بکنیم. این نکته‌ای که الان بحث شد، وقتی که قرار این آرایش سیاسی حالا افراد در خود جامعه و تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی روشن بکنیم، وقتی شما میشنوید آقای روحانی در انتخابات صحبت کرد که من دولت فراجناحی شکل خواهم داد و یک تعبیری رو ایشون داره ظاهراً به کرات استفاده میکنه و بحث اعتدالگرایی است در برابر اصلاح طلبی و اصولگرایی، به نظر میاد که میخواد این رو تبدیل بکنه به اصطلاح یک برندی. شما برداشتتون از این دولت فراجناحی چه هست؟ آیا یه ترکیبی از اصلاح طلبا و اصولگرایان، یک همون چیزی که شون میگه شایسته سالاری فارغ از جریان های سیاسی، یا یه شعار انتخاباتی که نهایتاً هم بی‌نتیجه خواهد بود؟ همونجوری که اول برنامه من گفتم ممکنه یک دو سه وزیر از گروه های مختلف باشن، بعد از چند سال هم اینها آهسته از دولت میرن بیرون. ببین حقیقتش ما در همونطور که در ایران دولت ائتلافی نداشتیم، چون احزاب و سازمان‌ها وجود ندارن که با هم ائتلاف کنن، دولت فراجنایی هم به یک معنی هیچ وقت نداشتیم. شاید غیر از دولت دوم آقای احمدی نژاد که کاملا جناحی بود، همه دولت‌های ما دو یا چند جناحی بودن، نه فراجناحی. یعنی همه اون جناح‌های موجود در جمهوری اسلامی در میان نخبگان قدرت سهمی در کابینه داشتن، در تمام این دولت‌ها، از دولت آقای مهندس موسوی بگیرید تا دولت اول آقای احمدی نژاد، از دولت اصلاحات تا دولت سازندگی. بنابراین به یک معنی هیچ وقت دولت‌های ما فراجناحی نبودن، بلکه دو یا چند جناحی بودن. من فکر کنم این اتفاق در مورد دولت آقای روحانی هم اتفاق خواهد افتاد و فراجنایی اینجا اون معنایی رو که معمولا تصور میشه نداره. علاوه بر اینکه چند تا چیز هم در این فاصله تغییر کرده که خود معنای فراجنایی و معنای اعتدال رو هم دگرگون میکنه. اولیش این استش که بین بازیگران سیاسی یه تغییر آرایش میبینیم. یعنی کسانی که قبلا در یک قسمت از صحنه سیاسی قرار میگرفتن و موضعشون در اونجا بوده، به کسانی نزدیک شدن که در سوی دیگر صحنه بودن. مثلا نگاه کنید در ائتلاف پیش از انتخابات آقای ناطق نوری، آقای خاتمی و آقای هاشمی رو کنار هم میبینید که اینا به یک معنی رقیب بودن و در طیف‌های متفاوتی از جناح‌های سیاسی قرار می‌گرفتن، ولی اینا آمدن پشت سر آقای روحانی و از ایشون دارن حمایت می‌کنن. از اون طرف دیگه یه فواصلی رو بین اصولگرایان می‌دیدیم که قبلا خیلی به هم نزدیک بودن، یعنی اونایی که به هم دور بودن به هم نزدیک شدن و اونایی که نزدیک بودن از هم دور شدن. این تغییر صحنه آرایش سیاسی در میان بازیگران کار و معنای فراجنایی و معنای اعتدال رو عوض می‌کنه. علاوه بر اینکه صحنه اجتماعی هم تغییر کرده، گذشته این که صحنه سیاسی خودش هم تغییر کرده، یعنی که دستور کارهای سیاسی هم عوض شده. در یه زمانی در دولت اصلاحات دستور کار سیاسی دولت‌ها چیز دیگری بود و الان چیز دیگری است. الان مردم ممکنه مسائل اقتصادی براشون اهمیت بیشتری داشته باشه و دولت‌ها اینو بذارن توی دستور کار اصلیشون. از لحاظ بعد بین‌المللی ما امروز با تحریم‌ها روبرویم و خطر یه حمله نظامی که میتونست وجود داشته باشه و شاید الان کمتر شده باشه. کوتاه اگه میشه بفرمایید، وقتی آقای روحانی میگه من وامدار هیچ کس نیستم، این دولت وامدار، مشخصاً طرف صحبتش اصولگرایانه یا اصلاح طلبانه؟ تو این فضای امروز من تصورم این است که داره در واقع جوابی میده به اصولگرایانی که بهشون حمله میکنن که مبادا از اصلاح طلبا در دولتشون کسی رو بذارن. یعنی میخوان یه پاسخ مقدری بدن به احتمالاً حملات مقدری که در آینده وجود خواهد داشت، و اینکه من خودم آمدم و خودم تصمیم میگیرم که چه کسانی باشن و اگر از اونا اصلا بنا به تصمیم من آمدن، نه به خاطر وامداری سیاسی من. خب بخش از صحبت‌های خود آقای روحانی رو بشنویم درباره سیاست خارجی دولت فراجناحیش. اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است نه ستیز است، نه انفعال است نه تقابل است. اعتدال
تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. آقای حقیقی، چون براتون روشنه در سیاست خارجی میشه فراجنهای عمل کرد، اون چیزی که الان آقای روحانی میگه منظورش دقیقا چی هست؟ اگر مثلا بخوایم گفتن عادی سازی روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس، آیا بدون حل مسئله سوریه میشه مثلا این مشکل رو حل کرد؟ بحث تحریم ها رو با مسائلی که الان خود شما اشاره کردید، البته اینا یه پروسه است که تحریم ها زمان بندی داشته و تا یه زمانی این تحریم ها فعال میشه، ربطی نداره که آقای روحانی انتخاب شده امروز تحریم جدیدی رو وضع کردن. چه برداشتی در واقع از این صحبت ها دارید؟ سیاست خارجی فراجناحی دولت اعتدالی که شون میگن یعنی چه؟ و نکته هم که آقای قاضیان گفتن، اساساً بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در سیاست خارجی شما تفاوتی میبینی؟ خب ببینید، تو حوزه سیاست خارجی امکان فراجنای عمل کردن بیشتر وجود داره در یه حوزه هایی، به این مفهوم که شما میتونید تعریف کنید منافع ملی رو، منافع ایران رو، اهداف امنیتی سیاسی اقتصادی رو، و بر مبنای اون نیروها رو بسیج کنید پشت اون موضوع، و در یک موضوعاتی خب همه میان حمایت میکنن. مثلا فرض کنید موضوع جنگ که میشه، موقعی که عراق به ایران حمله کرد، شما گروهای مختلف رو میبینید که با نظرات مختلف در دفاع از سرزمینشون میان حمایت میکنن، تفاوت پیدا میکنه. حالا در مورد مسئله سیاست خارجی که الان ایران باش مواجه هست، تز آقای روحانی این هست که ما بایستی مسائلمون رو مستقیما با آمریکا حل کنیم، یعنی این تزی است که اکثر کارشناسان معتقدن، و بدون حل موزل گفتگوی رو در رو مستقیم با آمریکا ما نمیتونیم در حد مسائل هسته‌ای و این گفتگوی 5 به علاوه 1 راه به جایی نمیبره. پس بنابراین منطق اول اینه که باید وارد یک مذاکره بدون پیش شرط بشیم با آمریکایی‌ها و بتونیم مسائل رو حل کنیم. این فضا متاسفانه بعد از افغانستان بود، ولی به خاطر اینکه دولت جورج بوش همیشه پیش شرط میذاشت برای مذاکرات و برای خرابکاری‌های صورت میگیره، به خصوص خرابکاری که توسط آقای جان بولتون مطرح شده، آقای جکستران بهش اشاره کرده در موارد متعدد، پا نگرفت. الان تز آقای روحانی این هست که ما در این حوزه میتونیم وارد گفتگو بشیم. دو، اینکه خب آقای احمدی نژاد هم که تقریبا همین بحث رو مطرح می‌کرده شو، آقای حقیقی، آقای احمدی نژاد هم نامه نوشته به دفاع. ببینید آقای احمدی نژاد، بله ببینید آقای احمدی نژاد سیاستش پاندولی بود. آقای احمدی نژاد اومد اول مسئله هولوکاست مطرح کرد، بعد مطرح کرد که در همون روزی که مسئله هولوکاست مطرح کرد در آذر 84 مطرح کرد که آمریکا هم از بین میره. مشاوره ایشون آقای مولانا بود که شهروند آمریکا بود، رئیس دپارتمان بود تو آمریکا و الان هم میره آمریکا و میاد. ایشون تزش اینه که آقا آمریکا در حال نابودیه. پس بنابراین اول تز آقای احمدی‌نژاد این بود که آمریکا در حال نابودی، در حال سقوط، و بسیاری از افراد مثل آقای لاریجانی یا آقای صفوی که استعفا دادن از شورای امنیت ملی، از فرماندهی سپاه، به خاطر این حرفای بی پای و بی اساسی بود که آقای احمدی‌نژاد می‌زدن، و بعداً موضع ایشون تغییر کرد. موضع ایشون، چون مسئله ایشون این بود که چجوری بتونه از افکار عمومی به نفع خودش بهره برداری کنه، بر مبنای یک استراتژی نبود. ولی استراتژی آقای روحانی از اول بر مبنای تعامل بود، تعامل سازنده با غرب بود، و اینکه موضوعات مشترکی داریم، منافع مشترکی داریم، در یه جایی هم با هم تضاد داریم، ولی میتونیم اینا رو حل بکنیم، قابل حل هست. ببینید الان حرفی که آقای روحانی اینا میزنن این هست که آمریکا با مشکل مسئله القاعده و تروریسم در منطقه روبروست، و ایران مهمترین کسی است که میتونه به اینها کمک کنه، برای اینکه دشمن اصلی القاعده و ایران و آمریکا القاعدن، همونجوری که آقای الاولاکی گفت ایرانیا و آمریکایی‌ها رو بدون فتوا بکشید. این نکته مهمترین موضوعی است که به نظر من مهمترین خطر امنیتی برای آمریکا است که ایران میتونه شیر کنه. در مورد موضوع هسته‌ای هم ایران، تز آقای روحانی این است که ما مکانیزم نظارت رو تا اونجایی میتونیم افزایش بدیم که اعتماد آمریکایی‌ها برای اینی که انحرافی در مسیر غنی‌سازی به وجود نیاد ما میتونیم برطرف کنیم. پس افزایش مکانیزم نظارت، حتی ممکنه پذیرش پروتکل الحاقی، ولی نکته حرف آقای روحانی این است که این معامله باید نقد به نقد صورت بگیره، یعنی در ازای کاری که ما انجام میدیم شما بالاخره یک اقدامات مثبت انجام بدید. متاسفانه در دوره آقای خاتمی اقدامات مثبتی که از سوی دولت ایران انجام شد
از سوی دولت آقای جورج بوش پاسخ منفی گرفت و همون سبب شد که جناح رادیکال در ایران تقویت پیدا شد در این دیدگاهشون. الان هم اون تحریمایی که اشاره کردید، دولت اوباما میتونه به هر حال در بخش از تحریما اختیاراتی داره که میتونه تعویق بندازه، عقب بندازه و میتونه بازی کنه با این موضوع تا ببینه این دولت آیا تصویر جدید از ایران ارائه میده، آیا حاکمیت ایران قبول کرده که باید رویکرد جدید رو پیش ببره. به نظر من حاکمیت ایران در مجموع معتقد به تعامل سازنده هستند. بله. حتی آقای قالیباف، آقای عارف، آقای ولایتی همه همین نظر رو داشتن. بنابراین این فضا برای همچین کاری فراهم هست و باید دید که اگر سیاست آمریکا سیاست مهار تصاعدی باشه و تضعیف قدرت ایران باشه و بخوان تحریم‌های جدیدی رو اعمال کنه ایران، بزرگترین قربانیش دولت آقای روحانی فقط بود و جامعه ایران که به هر حال سعی کرده در این فضای خشونتبار منطقه‌ای در مصر و ترکیه و سوریه و عراق شما می‌بینید یک فضای باثباتی رو برای تغییرات تدریجی به پیش ببره و این دولت رو انتخاب کرده. بله. اون تحریم‌ها ضربه شاید تیر خلاص میزنه به دولت آقای روحانی. سیاست البته تحریم و مذاکره رو آمریکا سالهاست داره دنبال میکنه و گفتنم که این روش ادامه پیدا خواهد کرد تا موقعی که ایران همکاری بیشتری در عمل نشون بده. آقای قاضیان، اون پرسش که من مطرح کردم و یک بار دیگه از شما میپرسم، از آقای حقیقی پرسیدم که اصلاح طلبان و اصولگرایان در سیاست خارجی موازیشون خیلی با هم متفاوته؟ نه، به نظر نمیرسه، برای اینکه در اون حوزه اصولاً اقتدار با اونا نیست. برای اینکه شما جایی میتونید روی تفاوت‌ها تاکید بذارید که مجالی برای بازی و کنار آمدن و جلو رفتن وجود داشته باشه. در جایی که شما خودتون نمیتونید تصمیم بگیرید و تصمیمات در جای دیگری عمدتاً گرفته میشه، مجال بازی‌های شما خیلی اندک. بنابراین تفاوت اساسی هم در عمل بین اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود نداره، گرچه اونا در نظر تفاوت‌هایی دارن. در اشخاص یا پرسنلی که عهده‌دار این موضوعات هستن تفاوت‌هایی وجود داره، ولی وقتی به مرحله عمل میرسه، چون جاهای دیگه‌ای در مصادر دیگری من جمله رهبری یا شورای امنیت ملی و سپاه در این زمینه نقش‌های مهمی دارن، همه اونها باید نظر بدن تا به یک وفاقی برسه. این در عمل باعث میشه که همین دو گروه به هم نزدیک بشن و یه نقطه برآیندی برسن که مجموعه این نهادهایی که مدخل هستن در تعیین سیاست خارجی روی اون نقطه به توافق برسن. بنابراین اون تفاوت‌ها هم در صحنه نظر در عمل رنگ می‌بازه و از بین میره. خب یه بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم که درباره اقتصاد دولت فراجناحی خودش صحبت می‌کنه. اعتدال دنبال اقتصاد آزاد مردمی عادلانه است. دولت باید نظارت کند، دولت باید هدایت کند، دولت باید حمایت کند. آقای دکتر حقیقی، شما از اقتصاد آزاد مردمی عادلانه چه برداشتی دارید؟ خب ببینید، برمیگرده بحث تئوریک اقتصاد. به هر حال اقتصاد آزاد عادلانه مردمی اینه که دو تا مسئله عدالت و توسعه رو بتونه همزمان به پیش ببره. کار بسیار مشکلی است در کشورهای مثل ایران. به هر حال اقتصاد ایران اقتصاد نفتی است، نقش دولت خیلی گسترده است و بخش خصوصی بسیار ضعیفه و خب حالا خود اون تحریم‌های اقتصادی که الان اتفاق افتاده بخش خصوصی رو ضعیف‌تر کرده. در چنین حالتی سیاست‌هایی که آقای روحانی می‌خواد اجرا کنه دقیقاً یک میراث نابهنجاری از دوره احمدی نژاد هم به همراه داره که مربوط به سوء مدیریت اقتصادیه و همچنین سیاست یارانه‌ها که به هر حال سیاست یارانه‌هایی که پرداخت شده به نظر میرسه تیم اقتصادی آقای روحانی مخالف این سیاست هستن که به همه پرداخت بشه و میخوان میزان افرادی که از این یارانه‌ها بهشون پرداخت میشه کم بشه. ولی مشکل اساسی که این هست که بایستی توجه داشته باشه آقای روحانی که دو تا موضوع میتونه پاشنه آشیل این دولت محسوب بشه. یکی در مورد همین سیاست اقتصادی که گروه های اجتماعی فروده از شهرها، روستاها، کارگران رو بی نصیب بگذاره. یک نوع سیاست که آقای الله کرم هم دوره آقای... بله، سیاست ببینید سیاست آقای دوره آقای رفسنجانی بایستی یک بازنگری بشه تا بتونه در فضای جدید کار بکنه و دقیقاً این نیروهای درون شهرهای کوچک، روستاها، اینا دقیقاً نرن تو سبد اصولگرایانی مثل آقای احمدی نژاد که سال 84 شعار میداد ما
پولا رو از پولدارا میگیریم و به فقرا میدیم. یه شعارهای شبه سوسیالیستی بدونی که واقعا اعتقادی به سوسیالیسم و مبانیش داشته باشن. نکته بعدیش هم این هست که به هر حال آقای روحانی جز افرادی است که خیلی به پروتکل در حوزه بین‌المللی و دیپلماتیک اهمیت میده. در حوزه داخلی داشتن این پروتکل‌ها بعضی موقع ممکنه شکاف بین دولت و مردم ایجاد کنه. ببینید سیاست آقای احمدی‌نژاد این بود که سعی می‌کرد فضای شکاف بین سیاستمدار و مردم رو کم کنه و این رو به عنوان یک سیاست پوپولیستی برای جلب آرا استفاده می‌کرد. بنابراین سیاست آقای روحانی از این بابت هم باید توجه داشته باشه که پروتکل‌ها رو در حوزه خارجی بسیار خوبه، بسیار مهمه، چون بر مبنای یک کنش عقلانی و سازمانی هست، ولی در داخل هنوز پروتکل‌هایی که ما داریم در مورد رابطه سیاستمدار و مردم مشخص نیست و بخشش میتونه شکاف ایجاد کنه. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنم، سیاست اقتصادی باز اگه بخواد آقای روحانی با دنبال کنه، این سیاست باید تدریجی باشه و بایستی بتونه مشکلاتی رو که در مورد آزادگذاری سیاست به طبقات فرودست ایجاد میکنه بتونه با حساب کتاب کنترل کنه، چون ممکنه به هر حال مثل کشورهای مثل برزیل و یا جای دیگه نیجریه بخشی از این سیاست ها با شورش های طبقات فرودست منجر بشه. مضافاً بر این که دوره‌ای که آقای روحانی داره میاد، درآمد اقتصادی ایران خب بسیار کاهش کرده و تولید نفت کاهش پیدا کرده و این شرایط بسیار دشواری است برای اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی. آقای دکتر حقیقی، یک دقیقه اگه میشه پاسخ بدید که چه تفاوتی میبینید در موضع امروز اصولگرایان و اصلاح طلبان در مسائل اقتصادی؟ هر دو اتفاق نظر دارن که این برنامه هدفمندی یارانه ها باید دنبال بشه. در بسیاری از برنامه اقتصادی هم تقریبا نقاط مشترکی وجود داره. نقطه افتراق اونها رو شما کجا می‌بینید؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید بخشی از افتراقا مربوط به کیک قدرت هست، یعنی به خاطر اینکه سیاست در ایران منبع بسیاری از منافع و منابع هست، افراد مسئله‌شون اختلافشون در مورد کی این ماشین قدرت رو در دست بگیره. اما به هر حال در حوزه توسعه سیاسی و حوزه فرهنگی اختلاف نظر میان اصلاح طلبا و اصولگرایان وجود داره و سوم روکردشون به قانون اساسی. اصلاح طلبا معتقدن قانون اساسی یک کلیته و همه اصولش به همون اندازه ارزشمنده و قابل احترامه و همه باید بهش احترام بگذارن که اصولگراها هم باید این کارو بکنن. ولی اصولگراها بعضی اصول رو خیلی برجسته میکنن، بعضی اصول رو نادیده میگیرن. بنابراین این تفاوتی است که در این حوزه وجود داره. ولی در حوزه اقتصادی میشه گفت که اصول اصلاح طلبان چپ نزدیک شدن به گرایشات اقتصادی اصولگرایان و میتونن توی برنامه‌های توافق کنن، ولی یه شکاف‌های هنوز وجود داره، اونم مربوط به میزان آزادسازی بخش خصوصی و نقش دولت در حوزه اقتصاد. در همین حوزه هنوز هم اختلاف نظر داره. آقای غازیان، اقتصاد آزاد مردمی عادلانه، چون میخوام برگردم دوباره به اون منگزین، این راست به اضافه چپ به اضافه راست، شما چه برداشتی دارید؟ دقیقاً همینه دیگه. یعنی بخشش که برمیگرده به مسئله تخصیص منابع، دفاع از اقتصاد آزاد یا سرمایه‌داری است، ولی اون بخشش که به توزیع منابع برمیگرده، دفاع از یک نوع سوسیالیسم در باز توزیع منابعی که حاصل میشه. خب این بسته به این است که شما در چه مقطعی از اقتصاد دارید حرف میزنید، در حوزه تخصیص منابع یا در حوزه توزیع عواید اقتصاد؟ چون تو جامعه ما هر دو درخواست وجود داره. خب هر سیاستمداری و به همین دلیل جناح‌های سیاسی سعی می‌کنن بین این دو تا جمع بزنن، حالا با تعابیر مختلف، ولی در واقع اون قسمتی که ایشون از آزاد داره دفاع می‌کنه، از اقتصاد معمولی بازار دفاع می‌کنه برای تخصیص بهتر منابع که چیز پذیرفته شده است در همه جای دنیا، حتی اونجایی که گرایش سوسیالیستی داشتن این رو پذیرفتن که در حوزه تخصیص فعلا ناگزیر بهترین سیستم همین سیستم اقتصاد سرمایه‌داری بازار آزاده. اما در این حال می‌دونن که این بازار آزاد سرمایه‌داری کاستی‌ها و مشکلاتی به بار میاره که می‌تونه از ایجاد فاصله طبقاتی شروع بشه تا به شورش‌های عمومی بیان جامعه، و بنابراین برای جبران کاستی‌های نظام بازار هم باید فکری کرد که اون در حوزه توزیع و باز توزیع عواید اقتصاده. در اینجا هم باید دولت‌ها فکر بکنن. مشکل اینجاست که دولت‌ها که میان سر کار انقدر درگیر مسائل عملی میشن که کمتر به
راهبردهای عمومی‌تر برای حل این مشکلات توجه دارن و وقتی وارد مسئله میشن تازه با این مشکلات روبرو میشن. مثلا اگه کسی با این ایده میخواد جلو بره، یعنی اقتصاد آزاد مردمی عادلانه، دست کم در حوزه عادلانش باید فکر کنه که در حوزه آموزش، در حوزه مسکن و بهداشت چه سیاست‌هایی میخواد برای حمایت از اخشار و مردم ضعیف‌تر در پیش بگیره که اونا از اون سیستم تخصیص منابع بازار آزاد لطمه نبینن. هنوز طرح روشنی در این زمینه وجود نداشته. وقتی در دولت آقای خاتمی، خصوصا در دولت دومش، یه طرح نسبتاً روشنی شروع شد به اجرا شدن، ما دیدیم که میانگین جامعه بهتر شد. یعنی هم رشد اقتصادی خوب بود، شاخص‌های کلان اقتصادی خوب شد، هم شکاف طبقاتی چندان افزایش پیدا نکرد و شکاف طبقاتی در همون حدی که قبلا وجود داشت موند در دوره اول ایشون، ولی نسبت به دوره آقای هاشمی حتی بهتر هم شد. بنابراین اگر سیاست متعادل و روشنی در این زمینه وجود داشته باشه و اینا تبدیل بشه به دستورالعمل‌های اقتصادی، ممکنه بشه گفت که این دوتا ممکنه در یک نوع سوسیال دموکراسی ایرانی، یک نوع دولت رفاهی ایرانی قابل جمع باشه. خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید که چقدر بخاطر روحانی باید حق داد که در کشوری که خودشون اذعان میکنن که احزاب وجود نداره، خود شما در واقع اینو تایید میکنید، نمیشود رفت به دنبال یک دولتی که پزبیس و یه منیفست مشخص داره، برنامه مشخص داره، همین شکلی در واقع باید حالا ایشون داره وعده فراجناهی رو میده و بیش از این نمیشه انتظار زیادی داشت. چقدر واقع بینانه است که ایشون امروز داره ازش صحبت میکنه؟ من به نظرم واقع بینانه است به این دلیل که واقعا احساب وجود ندارن که ایشون بخواد مطابق دستورالعمل حزبی بره سراغ این کار. خوشبختانه ایشون در جایی قرار گرفته که انبوهی از تحقیقات و مطالعات از گذشته وجود داشته در مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک و بنابراین ایشون با اتکا به کارهایی که در اون زمینه صورت گرفته الان تصویر روشنی از مسائل و مشکلات کشور داره و به علاوه با بدنه کارشناسی کار کرده. این خیلی اهمیت داره و اونا رو جدی میگیره، در حالی که در دولت آقای احمدی‌نژاد نه تنها اون کارشناسان و اون تحقیقات جدی گرفته نمیشد، نه حتی علم اقتصاد هم به سخره گرفته میشد و وقتی اقتصاددانها به ایشون هشدار میدادن ایشون جدی نمیگرفت ماجرا رو. امروز حاصلی که ما میبینیم در اقتصاد، در امور اقتصادی و اداری کشور، حاصل این بی‌اعتنایی به علم و کارشناسی و تخصصه. خوشبختانه به نظر میاد آقای روحانی به این بدنه کارشناسی اعتماد داره، باش کار کرده و با زبانش آشناست و امیدواریم بتونه برای حل مشکلات از این زبان و این آدما استفاده بکنه. آقای دکتر حقیقی، اگه میشه خیلی مختصر توضیح بفرمایید، وقت زیادی نداریم، 2-3 دقیقه مونده. وقتی آقای تاج‌زاده صحبت از این کرد آزادی زندانیان سیاسی در عهده آقای روحانی نیست، آقای حسین کروبی مطلبی نوشتن، گفتن که برخلاف نظر آقای عارف پرونده تقلب 88 بسته نشده. فکر میکنید اصلاح طلبان باز هم فارغ از این که اون خواستایی رو که مطرح کرده بودن در انتخابات محقق بشه یا نشه، حضور خودشون رو در کنار آقای روحانی حفظ خواهند کرد به امید اینکه به هر چه چند پستی رو در کابینه داشته باشن؟ ببینید، خب به هر حال اصلاح طلبها اگر بخوان در زمین بازی قانون اساسی بازی کنند، یعنی اینکه همون چیزی که آقای خاتمی گفت، یعنی تغییرات رو در درون ساخت قدرت جستجو کنند، بنابراین بایستی قواعد بازی رو بپذیرن، قانون اساسی رو رعایت کنن، از مزایاش هم بهره مند بشن. بعد اگر گروه های اصلاح طلبها که به این راه حل، به عنوان یک راه حلی برای خروج از بحران میاندیشن، راهی ندارن که سطح توقعات و مطالبات رو از آقای خاتمی کم کنن. سیاست اشتباهی که خود همین مجاهدین انقلاب اسلامی از آقای خاتمی داشتن، چون آقای خاتمی خودش همین سیاست اعتدال رو میخواست اجرا کنه در دور اول، ولی گرایشات چپ تو اصلاح طلبی مانع شد و ولی سیاستی بود که خود آقای خاتمی انتظار داشت میخواست اجرا کنه، حتی میخواست از آقای ناطق نوری هم در کابینه اولش جریان آقای ناطق استفاده کنه که نذاشتن. بله. بنابراین اگر بخوان اون سیاست دنبال کنن این است، ولی به قول شیرازی ها میگن که شما کنار جوب نمیتونید نهنگ شکار کنید. اگر جامعه میخواد به این مشکلات غلبه کنه باید حضور مدام داشته باشه، برخلاف سال 76 در حمایت از آقای روحانی، و آقای روحانی هم باید بتونه یک کابینه مقتدر و کارآمد داشته باشه که بتونه هم مذاکره کنه در حوزه خارجی و همی که بتونه بر مشکلات داخلی غلبه کنه. آقای حقیقی، وقتمون چون خیلی اندکه، من یه سوال دارم، میخوام پاسخ آقای قاضیان هم بشنوم. آقای هاشمی بعد از انتخابات میاد صحبت از این میکنه که دکتر بهشتی گفته بود که رجال سیاسی منظور فقط مردان نیستن. چرا به نظر شما این حرفا رو این روز در واقع ایشون میزنه؟ خیلی کوتاه 30 ثانیه بفرمایید. آی حقیقی، با من شما بله بله خواهدیم بفهم در مورد صحبت آقای هاشمی. بله. خب ببینید آقای ببینید تصویر به هر حال آقای هاشمی این هست که با توجه به بحران هایی که وجود داره و
هست. در مجموع کسی که به هر حال این سکان کشتی در اختیار داره آقای روحانیه و آقای روحانی به نظر من توانایی داره با توجه به ارتباط مثبتی که با نهادهای حاکمیت داره و توانه برای چانه‌زنی میتونه این مسیر رو کم و بیش هدایت کنه و خب انتظار آقای هاشمی هست که همه ازش حمایت کنه. آقای قاضیان، چرا آقای هاشمی بعد از انتخابات این حرفو میزنه؟ چرا قبل از انتخابات موقع رد صلاحیت‌ها نگفت که رجال سیاسی فقط شامل مردان نمیشن؟ من تو در مورد انگیزه ایشون نمیتونم قضاوت بکنم، ولی حاصلش یا پیامدش دست کم این هست که آقای هاشمی از این موج جدیدی که در اطراف چهره نوین ایشون پیش اومده داره بهره میگیره و عملا سعی میکنه اون چهره جدید رو تقویت کنه برای روزهای آینده که در صحنه سیاسی ایران پدیدار میشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین قاضیان. آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی، از شما هم تشکر میکنم برای شرکت در این برنامه. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه چهارشنبه افق، فوتبال ایران، جام جهانی و تاثیر مربیان خارجی است. مهمانها جلال طالبی، اسخر شرفی هستند. افراد دیگه هم در برنامه خواهند بود. افق 8 تا 9 شب ایران.